بزرگ و بی‌نظیر که حاصل خردگرایی بودن، اینا حاصل مذهب گرایی خرافه نبودن. با خرافه نمیشه بعد رفت به کره ماه، با خرافه نمیشه بعد عرض میشه بعد که نمیدونم رفت به کره مریخ اونجا تجزیه کرد. هزار هزار عمل منطقی ریاضی که برخواسته از خرد مطلق هست اینا باید انجام بشه تا بتونید دستگاه از این کره زمین برود اونجا با امام زمان و امام باقر. و عرض میکنم که خواب نما شدن امام جعفر صادق علیه السلام اینها هیچ کاری انجام نشده در این گیتی. و من میخوام خدمتتون عرض کنم که همونطور که پیش از اینم خدمتتون گفتم، مرزی قائل بشویم چه چیزی از قضایای صادق هست، چه مطلبی قضاهای کاذب و دروغ هست، مرزبندی کنیم، اجازه ندهیم که قضایای کاذب ما را بفریبد. به محض اینکه پذیرفتیم امامی در ته چاه هست که قرار ما را نجات بده، تمام شد، سوخت آقا، تمام اینها سوخت، تمام این چیپ ها و نمیدونم ترانزیستور ها و اینها خرد سوخت. بعد رمال وارد میشه، عرض میکنم که فالگیر وارد میشه، جن و قول و روح و فشار قبر و همه بدبختی ها باید چه ملتی گیج میشه، تمام میشه میره دنبال کارش. تنها خرافه ای که شاید ما محتاج باشیم که باید رو باشیم خرافه خداست، اون هم به جهت این که ما متصور امر متعالی میشویم، شاید که عرض کنم خود او رحم کند و ذهن ما به طرف تعالی اوج بگیرد. این تنها خرافه است که ما باید بپذیریم و خرافه باید در اختیار ما باشه، نه ما در اختیار خرافه. خانمی به بنده زنگ زده بودن، مریض بیمار این خانم متاسفانه، امیدوارم که شفا پیدا کنه، رفته در بیمارستان، میگوید در اونجا بودم، یک آقای اومد به من صحبت، آقای جوانی بود، سرطان داشت، غده‌ای داشت در کولون، روده بزرگ. گویا پدر من گفته من باید تو رو برم امام رضا ببندم، چارمیخت کنم اونجا به گور رضا تا حالت خوب بشه اینها، و من نرفتم، آمدم بیمارستان. گفت در این گفتگو بودیم که پدر وارد شد، گرفت به کتک این پسر رو که فلان فلان شده، قرار شد من تو رو برم به امام رضا اونجا چارمیخت کنم به زری، حالت خوب بشه، اومدی در این بیمارستان اینها. گفت که بالاخره گفتیم آقا حراست رو خبر کنیم، پسر زمین کتک خورده. گفت نه این بابای من دوست دارم دستگیر بشه و اینها. ما آقا رو بردیم بیرون باش صحبت کردیم که آقا این چیه، اون خراب شده کسی رو خوب میگه، آقا منظور خراب شده کجاست؟ گفتم همون گور رضا. گفت داد و فریاد برداشت که ای ملت بریزید که کفر همه جا رو گرفت. این آقا خانم چنین میگوید اینا. وقتی ما جای بیمارستان رو با گور رضا اشتباه گرفتیم کار ما تمام هست، به جایی نمیرسیم. آقا این مرد محترم میگوین انگور زیادی خورده مرده، یعنی اینقدر نفهمید به لحاظ پزشکی انگور زیادی دل درد بیاره مثلا، یا اینکه سم بود و نفهمید و خورد و مرد. از کجا بعد از هزار سال گور این شد بیمارستان هزار تخت خواب ملت بیچاره؟ و هرچه گرسنگی بیشتر و هرچه جهالت بیشتر خرافات بیشتر. البته این است که ما قضایای صادق رو جا چه قضایای صادق هستند، اون قضایای صادق هستند که ما بتوانیم اونها رو در تجربه و مشاهده دریابیم، یا وجود اینها رو در آزمایشگاه ثابت کنیم، چون الکترون هم دیدنی نیست اما وجودش در آزمایشگاه ثابت می شود. این آقای جی جی تامسون که گورش در همین انگلیس هست، در این کاواندیش لب به ما ثابت کرد که ما ضمن چیزهایی رو که نمیبینیم میتوانیم وجود اینها رو در آزمایشگاه به ثبوت برسان. بقیه قضایا قضایای مهمله هست، مهملات و مزخرفات هستن، یا ما باید فکر کنیم مزخرفات هستن، چون ما باید چیزی که نبینیم مشاهده نکنیم، نتوانیم آزمایش کنیم، نتوانیم لمس کنیم، نتوانیم در با دستگاه دقیق وجود اینا رو اندازه گیری بکنیم، اینا بیرون از زندگی ما هست. فشار قبر، شما فکرشو بکنید، این دستگاه وحشت دین زندگی را از انسان سلب کرده. آقا شما نگاه کنید یه خطی بکشید بگید خط حیات هست، میگویند 20 میلیارد سال پیش آغاز شده، حالا تا اونجایی که به زندگی این تشکیلات منظومه شمسی فرض کنیم 5 میلیارد سال، 10 میلیارد سال دیگه، در این 25 میلیارد سال اگه فرض کنیم یه خط 50 ساله 40 ساله وجود یک انسان بیچاره است که به این دنیا میاد و میمیره.
این همه خرافات بار این میکنن بیچاره رو، زندگیش ازش میگیرن، نشاطش رو، اتکا به نفسش رو، خردش رو که برترین چیزهاست که خداوند به او داده یا طبیعت او داده، از اون میگیرن، میدزدن اون رو. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از او رو متا. آقا ما یه هندوستانی داریم، یه پاکستانی داریم. این پاکستان همان هندوستان است که یک دیوار بینش کشیده شد، غیر از این هست؟ همون مردم بودن که آمدن با عقیده، با یه جهانبینی دیگری بودن اینها. نگاه کنید به وضعی هندوستان، نگاه کنید به وضعی پاکستان. نه آبرو داره این مملکت، نه حیثیت داره، نه دستاوردی داره. یه مش ملت گرسنه عرض کنم که عقب افتاده اینجا هستن، در حالی که هندوستان امروز به عنوان کشور مترقی و در حال شکوفایی، هر روز خبر خوب از هندوستان به جهتی که این مردم فهمیدند این مطلب رو که دین امری نیست که شما در حکومت دخالت بده، خرافات امری نیست که بتوانید جهان رو باش اداره بکنید. پیش چه شماست؟ این پاکستان یا هندوستان؟ شما نگاه کنید به این سرود ملی پاکستان، واقعا شرم‌آوره. عقب افتادگی ازش از اول شروع، ای سرزمین حسین. حالا یه مش سنی آمدن و ای سرزمین حسین، تا آخرش بخونی ببینی چه چیزی مهملی است.